سلام بچه ها امیدوارم حالتون خوب باشه جلسه آخر موازنه نویسی و موازنه نویسی چیه؟ آه. نه نه بیا سه دو یک رو بگو بریم سه دو یک. سلام بچه ها جلسه آخر معادل نویسی رو داریم توی این جلسه میخوایم با واکنش های جابجای دوگانه آشنا بشیم که مثل جابجای یگانه مهمه و از سوختن سختره لطفا خوب گوش بدید تا آخرش آی جی تیوی داره سیو میشه پس میتونید عقب جلوش کنید و هر کاری که دوست دارید باشه انجام بدید و حتما حتما بچه ها حواستون باشه که ما رو حمایت کنیم ما تازه اول راهیم و کلی هم برنامه خوب براتون داریم بچا جابجایی دوگانه و واکنش های جاو جاو دوگانه حالتی که دارن اینجوریه که مثلا آبی مثلا یه ترکیب به نام آبی به علاوه سی دی شما بخواد این واکنش رو بنویسید و فراورده رو در واقع بنویسید یه کار ساده انجام میدید آقا جای فلزها ها رو با هم عوض میکنید یعنی جای فلزها ها رو با هم عوض میکنید و میگید آقا مثلا این میشه C B به علاوه آدی تمام همین سادگی حالا من توی کتاب گفتم که دور در دور نزدیک در نزدیک اینجا میتونید جوری که گفتم فلز و فقط جاشو با هم عوض کن به همین سادگی یعنی کل جا جای دوگانه یعنی اینکه دوتا تا تر، ترکیب داری که جای دوتا تا عنصر رو داری توش عوض میکنی جا جای دوگانه میشه اسمش یعنی فرض کن که یه ماده اینجاست یه ماده اینجاست و تو فرآورده برای این حالت می نویسی مثالش چیه که مثال خیلی مهمی هم هست مثلا NACL AQ به علاوه AG NOC AQ می دهد خب من میخوام اینو بنویسم گوش کنم این چی کار می کنم فلز اینه نقرم فلز این بزرگی باره این دوتا رو جاشون رو جا به جا میکنم می نویسم AGCL که AGCL S هستش به علاوه NA NO3 که این بزرگی بار AQ هست خب اولین نکته که بعد تو واکنش های جا, به جا دوگانه بدونید اینه که حتما حتما یا آب باید تولید کنن که جابجایی دوگانه اسمش باشه یا گاز باید تولید کنن یا یه ماده جامد یعنی یکی از این بزرگواران رو باید تولید کنن اگه این تولید نشه واکنش جابجایی دوگانه نیست و واکنش شیمیایی انجام نشده مثالش چیه مثلا NaCl AQ رو به علاوه کابیار AQ میکنیم مثلا خب پتاسیم برومیده محلول در آب به علاوه سدیم کلرید محلول در آب. خب این میایم اینو می نویسیم. خیلی شیک جابجا به جا کنیم میشه ان که بازم AQ هست به علاوه کا cl که بازم مثلا AQ هست خب ببین الان ما تو اینجا دو تا محلول در آب واکنش دادن با هم و دوباره دو تا محلول در آب ساختن خب این قطعا واکنش شیمیایی نیست چرا چون وقتی اینا تو آب محلولن ذره های جدا از هم یون های جدا از هم هن. خب الان من این انا مثبت بی منفی اونم کای و سی منفی خب اینم هم همون ب... سمت چپم هم همونا رو دارم پس اینگار این هیچ اتفاق شیمیایی براش نیفتاده هیچ پیوند جدیدی به وجود نیامده هیچ پیوندی شکسته نشده اینا تو آب به صورت یونن اینجا به صورت یونن حتما حتما باید یا آب یا گاز یا جامع تولید بشه که واکنش تو بشه واکنش جابجایی دوگانه و از نوع شیمیایی باشه حالا یه چیز مهمتر من مثلا چجوری می نویسم AQ و جامد این خیلی مهمه مثلا من چجوری می نویسم آقا NABR AQ کاسیل AQ من یه درس دادم که مواد نامحلول رو گفتم توش مواد نامحلول چیا بودن؟ مجی اوهاش دو مرتبه بود ایجی سیل بود سه آسه په و چار دو مرتبه بود و په آس و چار بود دوتا دیگه هم بود حالا اف ای اوهاش دو و اف ای اوهاش سه قبول؟ این بزرگواران نامحلول بودن و تمام اینو این خیلی مهمه اینی که میگم و گوش بده تمام ترکیب های آمونیوم دار نیترات دار و کاتیون فلز اول گروه اول این ماده این یکی از این ستا رو داشته باشه قطعا محلول در آبه کیا رو گفتم آمونیوم دار مثلا NH4 سیل، NH4 BR هر کی آمونیوم داره هر کسی که نیترات داره و هر کسی که کاتیونی از فلز گروه اول داره قطعا قطعا تو آب حل میشه پس همیشه اaکو مثلا هر ترکیبی از انآ AQ هستش هر ترکیبی از کا AQ هستش هر ترکیبی از نیترات قطعا AQ یعنی مثلا نقر نیترات AG نوسته اونم حالت AQ و محلول در آب داره یه نکته دیگه که باید بهش توجه کنید همیشه اینقدر خوشگل نمیشه نوش مثلا چیه؟ مثلا FECL2 AQ به علاوه مثلا چی رو بنویسیم؟ NOH اه... این هم AQ خب من میام اول از همین دوتا رو خب میگم این اف اینم -E این N -A هستش جابجا جا میکنم قبوله این دوتا رو جای فلس ها رو قرار بود با هم جا به کنیم خب جابجا جا میکنم چی میشه؟ میشه اف ای او هاش دو ببین من اینجوری نمیشه ننمیشم اف ای -E او هاشا ها فقط همین رو بکنم اینجا اف ای او هاش دو بر اساس قواعد فرمول نویسی میرم جلو و اون چی میشه؟ میشه N سی خب الان این که ای کیو هیچی و ای بی دو مرتبه اس هستش جامده رسوب میشه تو آب و بر اساس همین میام موازنه میکنم مثلا میام خب این دو قطعا و اینم دو و تموم میشه موازنه میشه این مدل واکنش نویسی از جابجای یگانه مرسومتر تو کنکور یعنی اینو قطعا از شما انتظار دارن که بنویسید مثلا اون جایی که دو تا محلول رو میدن چه توی اسید و باز چه توی سوال محلول دو تا محلول به هم دیگه میدن استیکومنتش میخوان پهاشش رو میخوان و رقیق یا غلیظ شدنش رو میخوان حتما روش کار کن خیلی ساده بود به نظرم و ما این سه قسمت رو گفتیم که توی شیمیلاک که شما بتونید حداقل معادله نویسی و موازنه رو خیلی خوب یاد بگیرید بچه ها خیلی تمرکز کنید رو درسایی که دارید و زمان زیادی نمونده حتما باید یه برنامه‌ریزی درست داشته باشید و با قدرت تمام درس‌ها رو پوشش بدید امیدوارم که همیشه موفق باشید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار